صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم، شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان، السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که ایام و اوقات به کامتون بوده باشد. امروز مصادف است با یکی از روزهایی که شیعیان امیرالمؤمنین فرحی قلبی دارند، هرچند در آستانه محرم آقا سید الشهدا روح له الفدا هستیم و همه اجوا، همه دلها، همه سینه ها مهیا میکنند خود را برای محرم آقا سید الشهدا روح له الفدا، ولی براعت ما همیشه جایگاه خودش را دارد، بلکه براعت مقدمه بر ولایت و عرضم به خدمت شما تولا هستش.
چرا عرض میکنم فرحست؟ چرا عرض میکنم روزیست که شاد باید باشیم؟ چون روزیست که یکی از بدترین دشمنان حضرات آل الله به درک واصل شده است، مروان حمار، مروان حکم، ابوالعاص. حتما اسم این خبیث را شنیده اید، حتما شنیده اید. نقش بسیار زیادی در وقایع اسلام و اتفاقات صدر اسلام و تا بعد از کربلا یا آقا سید الشهدا روح الله الفدا داشته است. اینکه به او لقب حمار داده اند، خب از خوشیومنی اتفاق است به نظر ما، ولی به نظر خودشان این گونه نیست. حمار را در قدیم الایام در لسان عرب به کسی که در میدان جنگ انقدر می جنگی تا سر رویش پر از عرق می شد و تا دشمن را از پا در نمی آورد نمی نشست، حمار می گفتن. و این لقب حمار برای آنها، خب دیگه جاهلیت است دیگه، برای آنها یه لقب عزیزی بود، یعنی کسی را که می خواستن به او عزت بگذارن و حرف از شجاعتش بزنن، لقب حمار را به او می دادن. یک وجه تسمیه او در تاریخ به اسم حمار این است و دیگر گفتن به خاطر اینکه هر صد سال را، هر قرن را عرب حمار میگوید و با حکومت مروان، حکومت امویان قریب به 100 سال شد، از این رو به او صدومین، یعنی کسی که صاحب صدومین سال است، حمار نام گذاشته. ولی اسمون علا مسنا و اگر از ما بپرسید، عرضم به خدمت شما به حمار توهین شده است. این حقیر، این پست، هرچه لغت بگویم برای او کم است، کسی است که حتی دشمنان خوش انصاف هم از او به بدی یاد کرده اند. یعنی ابن ابی الحدید در تفسیر نهج البلاغش مراجعه کنید ببینید چه مطالبی راجع به مروان حکم ابوالعاص دارد. بسیار او را نکوهش کرده اند. خب افعال بسیار پلیدی داشت، هم خودش هم پدرش. بارزترین حرکاتی که در تاریخ از او نقل شده است و بیشتر مورخین به آن پرداختند، یکی این است که دستور داد و عرضم به خدمت شما با مشاوره او عایشه تیرباران کرد بدن شریف امام مجتبی صلوات الله علیه را وقت تشییع جنازه، همان مصیبتی که ایام هفتم صفر و در مجالس منسوب به امام مجتبی صلوات الله علیه اشاره میکنیم، مروان حکم در آن دخل داشت و این را مورخین چه دوستان و چه دشمنان نقل کردند. از کارهای دیگری که از او بسیار نقل شده است، منع زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله به دستور معاویه بود. عجیب پلید بوده است این شخص. تیره او پلید است. پدر او حکم کسی بود که رسول خدا او را تبعید کرده بود. این اتفاقات تاریخی را باید بدانیم. البته تأکید کردم بارها، باز هم تأکید میکنم، وقتی تاریخ مطالعه میفرمایید، تاریخی را مطالعه کنید که بی‌طرف باشد. حکومت ها هر وقت هر سلسله‌ای به تخت نشسته است، آن وقایع تاریخی که علیه او بوده است را نفی کرده است در اذهان عمومی و اذهان عمومی را سیر داده است به مطالب تاریخی ای که می تواند برای پیش برد اهدافش استفاده کند. پس سعی کنید وقتی تاریخ مطالعه می کنید، تاریخ بی طرف را مطالعه کنید، تاریخی که دنبال نفع به کسی رساندن یا ضرر به کسی رساندن نبوده است. ضمن این مطلب، مورخینی که درباری بودن، اینها هم برای خوش آمد شاه مطالب می نوشتن. اینها را هم باید دقت کنیم، یعنی تخصص در تاریخ تخصص بسیار سختی است، بسیار سخت. این عزیزانی که متخصص در امور تاریخی هستن، خاص تاریخ اسلام و صدر اسلام، زحمات و مشقات بسیار فراوانی را متحمل می شوند تا کار به جایی می رسد که در بعضی از موارد قرائن هم وجود ندارد و مورخ مجبور می شود بپذیرد اتفاقی را
حالا اگر قرائن باشد، شواهد باشد، یا در آیات و روایات اشاره‌ای به آن شده است، خب مورخ هم راحت می‌تواند آن مطلبی که منطبق بر آیات و روایات است ثبت کند، ولی بعضی از اتفاقات را قرائن پیدا نمی‌کند و مجبور است نظر خود را اتخاذ کند، اجتهاد کند در مطلب و مطلب را بگوید. این که تاریخ مطلقاً ها تاریخ را بخواهیم صرفاً از مصادر اعتقادی بگیریم کاری بسیار دشواری است و بزرگان این کار را نکردند. مصادر اعتقادی و مبانی اعتقادی ما بر روی استدلال های عقلیه چیده می شود و اقوال و نقل های صحیح، آیات و روایات ثقلین، ولی اتفاقات تاریخی را ما به مدد می گیریم برای اثبات مطالب. متوجه از این چه عرض میکنم؟ یعنی شاهد مطلب میگیریم، نه این است که گمان کنید شیعه مبانی اعتقادیش را بر تاریخ صرف گذاشته است. خیر، اتفاقات تاریخی شواهد بعضی از مبانی اعتقادات ما میآید. این را دقت کنید. بعضی متاسفانه غرق در تاریخ شدند و اگر مطلبی را برای آنها میگویی میگوید کدام کتاب تاریخی نقل کرده است. صرف تاریخ به خاطر تشتتی که دارد، به خاطر اختلاف اقوالی که بین مورخین هست، به خاطر اینکه بعضی از مورخین جایزه بگیر بودند، تعارف که ندارد، بعضی از مورخین خوش آمد شاه را مینوشتند، آنچه که شاه میپسندد را مینوشتند، اینها باعث شده است که تاریخ دقت لازمه را برای مبنا گرفتن در امور اعتقادی نداشته باشد. به عنوان شواهد استفاده میکنیم، مگر تاریخی که مؤید است به کلام الله، مثلا مسئله روم سوره در قرآن کریم هست استفاده میکنیم، و روایاتی که از حضرات آل الله صلوات الله علیه اجمعین صادر شده است و اتفاقات تاریخی را بیان میکند، اینها را ما زمینه های اعتقادی میگیریم. معلوم شد مطلب بسیار ظریفی است که کمتر به آن اشاره میشه، مورد بحث شده بین عزیزانی که میخوان شروع کنن راجع به اسلام و دین چیزهایی را بدانن، یه کمی تشتت رأی ایجاد کرده. به خاطر همین مطالب ریزکاری است که عرض کردم. تکرار میکنم در یک جمله، مبانی اعتقادی ما بر ادله عقلیه و نقلیه استوار است، اتفاقات تاریخی را شاهد مطلب می آوریم. تمام. مروان لعنت الله علیه و پدر ملعونش، پدرش کسی بود که پیغمبر را صلی الله علیه و آله بسیار آزار و اذیت داده است. آزار و اذیت هایی که حکم به رسول خدا می کرده است را نقل کردن در کتب تاریخ. ابن ابی الحدید هم می آورد. از باب این که دشمن علیه خودش سخن می گوید، من اسم ابن ابی الحدید را بارها آوردم. الا لزومی ندارد که بخواهم بگویم. چیزهایی که دارم عرض می کنم چیزهایی است که متواتر بین همه اهل تاریخ و تقریبا خلافی درش نیست، مگر کسی که قلمش کج باشد و شکسته که خلاف این که عرض می کنم نوشته باشد، و الا عام مورخین اینهایی که عرض میکنم را در کتب خودشون نقل کردن و میتونید سرچ کنید پیدا کنید، دم دسته، دور نیست. حکم لعنت الله علیه حتی آزار و اذیت هایی که به رسول خدا میکرد را نقل کردن. حیا میکنم بگویم چه کرده است، ولی اشاره میکنم مقابل رسول خدا میستاد و زبان از دهانش بیرون میآورد به عنوان تمسخر، عدای رسول خدا را در می آورد، خیلی اذیت کرد رسول خدا را. حضرت هم امر کردن او و فرزندش تبعید شوند به طائف، و در روایتی آمده است که وقتی آمد نزد رسول خدا گفت خدا به من پسری داده، از نام او را چه بگذارم؟ رسول خدا فرمود نام او را بگذار ملعون ابن ملعون و الوزق ابن وزق. این روایت هم نقل شده است. بسیار رسول خدا نفرت داشتن از مروان و فرزندش، از مروان و پدرش، یعنی حکم و مروان ابوالعاص. پیغمبر خدا این دو را منفور می داشتند. بسیار هم علیه اینها فرمایشاتی فرمود. وقتی که دقت کنید این جمله را، وقتی که رحمتا للعالمین از کسی منفور شود، یعنی باب نجات برای او بسته است، تمام است. کسی که رحمت مطلق است از او نفرت پیدا کند، یعنی خلاص است. وای بر حال کسی که امام زمانش از او چشم بپوشد، تمام است دیگر.
عرضم به حضور شما به طائف اینها را تبعید کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله. عثمان متخلف سومی وقتی در منصب غصب خلافت نشست، مروان را دوباره به مدینه راه داد که این کار عثمان از جنایات عثمان شمرده شده است در تاریخ و به عثمان خورده گرفتن و نقادان به او گفتن حتی در زمان خودش که او ترید رسول خداست، مروان کسی است که رسول خدا او را تبعید کرده است، برای چه او را بازگرداندی؟ بازگرداندن او یک طرف او را سمت بدهد عثمان در حکومت خودش، جای دیگر یعنی او را میرزا بنویس امور خودش کرد و مشاور نزدیک خودش کرد، دختر خودش را هم به عقد او درآورد و بسیاری از مواقع مروان نزد عثمان می نشست، تمام امور را دخالت می کرد. انسان بسیار پلیدی بود و هر مسئله‌ای نقشی داشته است. در تاریخ هست که طی یه مشاجره‌ای به عمار سلام الله علیه، صحابی پاک رسول خدا، به عمار طی یه مشاجره‌ای ضربه‌ای زد که عمار اثر اون ضربه را تا آخر عمرش حمل میکرد، این درد این ضربه را داشت، اثر اون ضربه. و بذار بگم، حالا طور نیست، حالا بعضی از حرفا رو میخوام نگم ولی اشکال نداره بدانید، عمار یاسر پس از ضربه ای که مروان به او زد دیگر توانایی صاحب نسل و فرزند شدن را پیدا نکرد. این ضربه اینقدر کاری بود و اثرش بود، همه میدون. گردن شکسته بود مروان که حالت گردن او هم به خاطر ضربه شمشیری که خورده بود کج بود. مقابل مولا ایستاد. اینم چقدر از رذایل این بشر بگم، چقدر بگم، هرچه فکر میکنم باز هم برنامه های متعدد میخواد تا راجع به مروان حرف زنیم. مقابل امیر المؤمنین ایستاد، در جنگ جمل مشاور عایشه شد، بلکه سرلشکر جمل هم شد. در همون جنگ جمل طلحه را به قتل رساند، طلحه را کشت و نظرش این بود که این شر زیر سر طلحه به پا شده است. تاریخ این را شهادت میده و اقوالی است که خود سنیان هم نقل کردند. همچین شخصی را بعضی ها عادل میدانند چون رسول خدا را دیده است. جای خنده ندارد که این را عادل بدن. باز هم از رذائلش میگم، یه میان برنامه ببینیم و برگرد. چه روی داده که کار زمان در هم شد، زمان راز چه در بر لباس ماتم شد. سبب ز چیست که عیش و سرور خلق جهان بدل به غصه و اندوه و مهنت و غم شد. خمید قامت گردون زرنج و بار علم، مگر پدید دوباره ماه محرم شد. خمید قامت گردون زرنج و بار علم، مگر پدید دوباره ماه محرم شد. بلی رسید مایی که از برای آل رسول، در آن زهر جهت اسباب غم فراهم شد. همین مرز که در آن قد چه سر به حسین، زداغ ماتم عباس محسی ارخم شد. همین مایم از که در آمون زهرا سرش میبارد، همین مایم که زینب قرین ماتم شد. همین مایم که از داغ شبه پیغمبر، ضیاء دیده مظلوم کربلا کم شد. همین مایست که اتمام یافت کار حسین، به راه دوست به منزل رسید بار حسین. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. یه قاعده عقلی هست، عذرخواهی میکنم، این قاعده رو بلد باشیم، البته بلدید شما، بی ادبی نباشه خدمت شما عزیزان.
تو ذهنمون باشه این قاعده که حکما راجبش حرف زنن و میگن تعرف الاشیا به ازدادها و امثالها، چیزها شناخته میشه با شناسایی چیزهای دیگری که مقابل اینهاست. یعنی چه؟ یعنی اگر شما میخوای سفیدی را کاملا بشناسی، به سیاهی دقت کن، سیاهی را بشناس، بدان سیاهی چیست. هر چیزی که ضد او میشود، ضد مطلق او میشود، سفیدی است. میخواهی نور را بشناسی، ظلمت را بشناس، هر چیزی که مقابل 100% او میشود نور است. تو عرف الاشیا به ازدادها و امثالها. بعض وقت ها با مثال معلوم میشود. خب به امثالها که چیز معموله و همه میدونن، به ازدادها دقت کنید. ما وقتی میخواهیم مقامات حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین را اندازه ظرفیت خودمون درک کنیم، وقتی مطالعه میکنیم احوالات دشمنان حضرات آل الله را، ظلمت و جهالتی که دشمنان دارد را دقت میکنیم، به مقام عالی حضرات اهل بیت بیشتر پی میبریم، به مظلومیت حضرات آل الله بیشتر پی میبریم. چه پاکانی بودن و چه رذائلی مقابل این پاکان ایستاده، این نشان از مظلومیت حضرات اهل بیت است. لذا بعضی وقتا که ما بیشتر دقت میکنیم روی دشمنان و نکاتی را عرض میکنیم، جهتش این است. اولا که براءت شما باید تقویت شود، باید بشناسید این کسان را، چون واقعا دستهای پلیدی در کار هست. خیابان به نام دشمنان اهل بیت نامگذاری میکنند و کسی نمیداند این شخصی که این خیابان به نام اوست دشمن حضرات اهل بیت دست تو کاره. یعنی حقیقتا دشمنان دارن کار میکنن، ما هم باید معلوماتمون را بالاتر ببریم. مروان حکم رو عرض کنم، لعنت الله علیه، خبیثی که اول کسی بود که تقریبا بر سید الشهدا روح الله الفدا شمشیر کشید، وقتی که حاکم مدینه ابی عبدالله را خواست برای بیعت با یزید، به امری که از یزید رسیده بود، خاطرتون هست مطالبش را مفصل گفتیم، ولید ابن عتبه حاکم وقت مدینه کوتاه آمد، نه از جهت اینکه انسان شریفی بود، از جهت اینکه سیاس و سیاست مدار بود، میدانست خدشه به ابی عبدالله وارد کردن در پی دارد شورش اهل مدینه را. ابی عبدالله را مردم مدینه میشناسند و نمیتواند در علن به سید الشهدا ضربه ای بزند. سید الشهدا روح الله الفدا، بلکه تمام آل الله صلوات الله علیه مجمعین، وجهه اجتماعی بسیار رفیعی داشتن. معلوم باشد بر همگان، اول غصب خلافت اول غصب خلافت عمر شروع کرد به حتاکی، عمر حد کرد، ابوبکر حد کرد، حرمت شکنی می کردن. ولی وقتی که زمان گذشت، از طرف حکومت حتی که نسبت به حضرات اهل بیت بود، ولی عامه مردم، مردمی که در بین جامعه بودن، جلالت امور آل الله را می دانستن. حکومت می آمد مردم رو در یک جمود فکری قرار می داد که اینها شرفا هستند، بزرگان هستند، قابل محبت هستند. روایات رسول خدا موجود است، همین گونه که الانم می بینیم. باید اهل بیت را دوست بداریم، فرمان الهی چنین است، ولی نسبت به حکومت نه، نباید اینها خلیفه شن، نباید حکم، نباید زمامدار شون. مردم را در یک جمود فکری نگه می داشتن و سیاست مدارانی بودن در این زمینه، پسران نابغه معروفن در تاریخ. به هر عنوان، مروان به ولید ابن عتبه گفت اگر حسین سید الشهدا روح الله الفدا از در دارالعماره تو بیرون رفت، دیگر دست به او نمیابی مگر اینکه خونهای بسیاری ریخته شود. تا حسین اینجاست، یا بیعت از او بگیر یا سر از بدن او جدا کن. و خود ملعون شمشیر کشید و روی گردن مقدس آقا سید الشهدا قرار داد مروان، و این کار را میکرد،
ولید ممانعت کرد و نگذاشت ولید ابن عتبه نگذاشت این اتفاق را. سید الشهدا و حلال الفدا هم آنجا فریاد کشیدند نعره حیدری را و جوانان بنی هاشم آمدند و سید الشهدا و حلال الفدا را از دارالمار بیرون بردند که مطالبش را عرض کردیم خدمت شما. باز هم ابن ابی الحدید نقل میکند، هم علامه بزرگوار مجلسی عطر الله مزعه او هم نقل میکند در بعضی از اقوال هست که اسم اعظم الهی سر مطهر آقا سید الشهدا و حلال الفدا به مدینه رسید و آنجا چه مصائبی دارد، چه مصائبی دارد وقتی که مروان حمار آنجا در مدینه ولی بود. جسارت های زیادی کرد که نقش شد از در مقاتل نزد قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و جسارت کرد و آنها باید در مقام روزخانی و مجلس روزه مهیا باشد اشاره کنیم و گریه کنیم انشاءالله. عرضم به خدمت شما این پلید اول کسی بود که شمشیر بر ابی عبدالله کشید لعنت الله علیه، بعد هم آزار اذیت کرد. یه فتره‌ای یه بازه‌ای از زمانی مروان بر مسند خلافت نشست، بنی امیه دو شقه میشن، دو تیره میشن، یعنی آن تقسیم بندی که برای جانوران باید به کار ببریم به کار میبریم، دو تیره میشن، یه تیره بنی سفیانن، بنی ابو سفیان، کسانی که پدر آنها جد آنها ابو سفیان بود لعنت الله علیه و عرض کردیم ابو سفیان منافق بود تا آخر مرگش هم منافق ماند و اهل نجات نبود. اقوالی که نقل میکنن اقوال مخالفین ما هستش. آن خانه ای که در فتح مکه هم رسول خدا فرمود امن از هر که داخل آن شود خانه ابو سفیان ابن حرث هستش، پسر عموی رسول خدا، نه ابو سفیان بنی امیه، او نیست. یه اشتباه تاریخی شده است تو نقلم، بعضی از عزیزان اشتباه میکنن، یه تحقیقی بشه بهتره و معلوم شه ابو سفیان ابن حرث است که من دخل بیته و کان آمنا. حالا عرضم به خدمت شما بنی سفیان یه تیره میشن که معاویه و یزید لعنت الله علیهم از این تیره هست و بنی حکم بنی مروان یه تیره دیگه میشن، آنها هم از متخلفین و غاصبین بنی امیه هستن ولی بنی مروان خطاب شن. مروان حدود ده ماه خلافت را غصب کرد، بر مسند نشست، پس از آن یعنی فوراً به قتل رسید، مثل امروزی که عرض میکنم قتلش چرا چطور شد اتفاق افتاد و بعد از اونم عبدالعزیز و اینها که تاریخ را میدانید بهتر از بنده، اینها میشن بنی مروان. بعد از آنها هم بنی عباس به لباس اسلام با عرضم به خدمت شما ندای خونخواهی آقا ابی عبدالله نشستن بر مسند غصب خلافت و انشالله تمنا میکنم از آقا سید الشهدا و روح الله فدا و برادر با جان برابرش قمر بنی هاشم عنایتی به حقیر داشته باشد بتوانم در خدمت همه شما باشم با شرح اوضاع صفاح، اولین کسی که نشست بر مسند از بنی عباس و چه کرد در قتل بنی امیه، چقدر از بنی امیه را تار و مار کرد و غلام حضرت مجلله عالم رباب صلوات الله علیها، عروس حضرت صدیقه طاهره صدیف، او هم می آمد در واقعه کربلا حاضر بود و قائل را می گفت، مفصل است، خیلی مفصل است و زیباست. اگر دسترسی دارین مطالعه کنید به مسند نشستن صفاح اولین خلیفه عباسی را چه کرد با بنی امیه. عرضم به خدمت شما بعد که مروان به مسند غصب خلافت نشست خالدی بود، این خالد از بنی امیه بود و در سرش شور خلافت بود، میخواست که بر مسند بنشیند. به مروان گفتن که خالد سودای ریاست و زعامت داره، یه کاری کن. اومد چی کار کرد مروان؟ مادر خالد را به عقد خودش درآورد. مادر خالد را که عقد کرد شروع کرد تحقیر خالد که در اذهان مردم اون وجهه‌ای که مثلا مذهبی است یا میتواند سردمدار باشد را خورد کند. یکی از سیاست‌های زمامداران این است که افرادی که نخبه در جامعه هستند تحقیر میکند، اینها بین مردم جایگاه پیدا نکنند که نتونن کاری کنند. شروع کرد به تحقیر خالد
به حدی که بین جمع وقتی خالد وارد می شد با اینکه پدر خونده او می شد شروع می کرد توهین و جسارت های بسیار بدی به خالد بین مردم. خالد هم بسیار بهش بر می خورد، خیلی ناراحت شد و یک مرتبه پیش مادرش رفت و به مادرش ماجرا رو گفت که مروان با من چنین می کنه، اینطوری منو تحقیر می کنه. مادرش هم گفت امروز من کار رو خلاص میکنم، نگران نباش. شب که شد پشتی ورداشت روی دهان مروان گذاشت و کنیزها هم به او کمک کردن. انسان پلیدی بود دیگه، همه از او انزجار داشتن، کمکش کردن و مروان را به درک واصل کرد. بعضی هم نقل کردن به خاطر شیوع تا اون گرفت و به درک واصل شد، ولی نقل مشهور همین است که عرض کردم، او را کشتن. مروان پلیدی که هیچ نقطه مثبتی در زندگی او نیست، تمام عمرش را مقابل اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین ایستاد. حالا کسانی او را عادل می دانن، از او روایت نقل می کنن، باید یه فکری به حال خودشون بکنن. کسانی که از آنها دم می زنن چقدر پلید و کثیف هستن. حقیقتا حیف است که ما باید وقتمون رو صرف کنیم برای معرفی اینها به شما، از بس تبلیغات علی هست دیگه، باید ما زمان بذاریم اینها رو معرفی کنیم و شما در دام دشمنان اهل بیت نیفتید انشاءالله. همین مروان را امام سجاد ببینید چه معاملهی با او کردن و پی ببرید به عظمت و بزرگی حضرت زین العابدین صلوات الله علیه. عرضم به خدمت شما که دعا کنید برای ما بتونیم خدمت کنیم. ماه محرم و سفر در پیشه، انشاءالله کربلا باشید همتون و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. هر جا هستید هدیه محضر امام رضا صلوات یا علی. زمین کربلا تا دین شکسته، جوانان یک به یک بردی ز دسته. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی.